سلام به همه دوستان خوب یک شنبه 26 بهمن 1399 14 فوریه 2021 در یکی دو روز گذشته یک نامه در فضای مجازی در سطح بسیار گسترده پخش شده البته من همون ساعت اولیه دیدم و چون جعلی بودن نامه برای من خیلی مشهود و ملموس بود اصلا اهمیت قائل نشدم اما وقتی دیدم انعکاس خیلی زیاد شد حتی تعداد زیادی از افراد از طرق مختلف اینستاگرام تلگرام حتی ایمیل بر من فرستادن حالا بعضی از دوستان محبت کردن و محبت هم میکنن بعضی وقتها خبرهایی که به نظرشون مهمه برام میفرستن و خیلی کمک هست به من بعضی توصیه هایی به من دارن نصیحت هایی دارن انتقاط هایی دارن و من واقعا تا حدی که فرصت هست میبینم و استفاده میکنم این نامرم تعداد زیادی فرستادن بعضی از افراد لطف کردن از من پرسیده بودن که به نظر جعلی یا درسته و بعض از افراد هم یک خبر قطعی برای من فرستاده بودن که مثلا من استفاده کنم ببینید من قبل از موضوع نامه حتما می‌دونم. نامه‌ای که میگن سعید نمکی وزیر متملق بهداشت به دفتر رهبر نوشته در مورد ارسال واکسن کرونا برای اعضای دفتر ببینید من موضوع مشخصه من از چند وقت قبل گفتم قطعا خامنه ای واکسن فایزر زده و اگر فایزر هم نظر باشه که دیگه از هم واکسن های غربی که ورودش رو به کشور ممنوع کرده با خودخواهی تمام بعد از اینکه خودش واکسن رو زده و از مزایای واکسن استفاده کرده و مطمئن شده که ایمن شده بدنش وقت برای مردم عادی ممنوع کرده کما اینکه خودشون اطرافیانشون بسیار از مقامات از همه امکانات کشور استفاده میکنن خاطرات هاشم رفسنجانی حتما خوندید که هر قسمتی از اسافل یا قسمت بالا و پایین بدنشون درد میکرد هر کم از مقامات میرفتن لندن میرفتن آلمان میرفتن فرانسه اسپانیا ایتالیا ولی برای مردم عادی حتی یک ام امکان تأمین بعضی از دوره‌های خارجی وجود نداشت این که بحث جدید نیست اما در مورد کرونا به خصوص که یک مسئله فراگیره و جهان شمول هم هست فقط مورد کشور نیست و این میتونه هر نوع افزایش یا کاهشش حتی بر روابط اقتصادی توریستی ایران اثر بگذاره این خیلی خودخواهی خامنه ای بود که ممنوع کرد در حالی که با قاطعیت من میگم از چند روز قبل هم گفتم یقین دارم استفاده کنم و به احتمال قوی اونی که به دروغ گفتن 150 هزار دوز واکسن اهدای فایزر رو وارد نکردن نه احتمالاً وارد کردن بین خودشون تقسیم کردن از جمله خود رهبر استفاده کرده و بعد ممنوعش کردن دلیل اینکه خامنه استفاده کرده این هم خیلی مشخصه خامنه حدود یک سال مشخص نبود کجا بود به قول بعضی در سوراخ موش بود یک باره پیدا شد و اولین باری هم که بعد از حدود یک سال در یک جمع حاضر شد نماز میت بر پیکر مصباح یزدی بود خب همونطوری که در عکس مشخص هست بدون رعایت فاصله اجتماعی نماز رو خونده خامنه ای که در تمام یک سال گذشته حتی با نزدیکترین افرادش ملاقات نکرد حتی حاضر نشد با فاصله ملاقات کنه حتی مراسم پرریا و همراه با تظاهر ازاداری که برگزار میکنه فقط یک منبری و خودش حتی با اینکه فاصله میتونستن با فاصله بنشینن ملاقات با سران کشور با فاصله خیلی زیاد میتونستن بشن همش رو از طریق ویدیو کنفرانس برگزار می‌کردن یک باره بر سر جنازه مصباح یزی حاضر شد و بدون رعایت فاصله اجتماعی نماز خوند ضمن اینکه خبرهای متعددی اومد بیرون که مصباح یزی بر اثر بر اثر کرونا فوت کرده خب کسی که بر اثر بر اثر کرونا فوت میکنه جسدش هم آلوده است دیدید که با شرایط خاصی دفن میکنن افراد رو از حتی نزدیک شدن به جنازه منع میکنن اما در حالی که خبرهای متعددی در مورد فوت مصباح یزدی به دلیل کرونا پخش شده بود خامنه نماز خون در پیکرش بدون رعایت فاصله اجتماعی خب این نشون که قطعا واکسن رو زده و بعدم یکی دو تا ملاقات کرد در حالی که قبلش اصلا از این ملاقات ها برگزار نمیکرد و هر ملاقاتی حتی در سطح عالی کشور میخواست برگزار بشه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار میشد خب این نشون داد که خامنه ای واکسن زده و طبیعی هم هست نه واکسن ایرانی میتونه زده باشه برای که واکسن ایرانی هنوز بر اساس آخرین اطلاعاتی که وزارت بهداشت داده و وزیر بهداشت هفته پیشم گفت در مراحل بررسی هنوز به مرحله تولید نرسیده واکسن روسی هم که اگر فرض کنیم که خامنه بشه اعتماد میکنه که نمیکنه که خود پوتین هم اعتماد نمیکنه به واکسن روسی اولین محموله 16 همه بهمن یعنی ده روز پیش وارد ایران شد در حالی که نماز علی خامنه بر پیکر مصباح یزی بیش از دو هفته قبل بود خب ببینید همه اینها نشون میده که برخلاف اونچه مسلمه خامنه ای واکسن یک واکسن قوی غربی زده که خب در بین واکسن غربی بالاترینش یا فایزر یا واکسن که آکسفورد تولید کرده همون دو واکسنی که خامنه ای در برابر دوربین ها وارد شدنش وارد کردنش به کشور برای استفاده مردم عادی رو ممنوع کرد پس من در این که خامنه ای به احتمال قریب به یقین واکسن فایزر یا یکی دیگه از واکسن هایی که برای مردم ممنوع کرده زده اصلا تردید ندارم جز اولین نفراتی هم بودم که این رو مطرح کردم که گفتم خامنه ای قطعا واکسن رو خودش داده. اما این دلیل نمیشه که حالا هر نامه ای اومد ما بلا فاصله قبول کنیم زمین که این نامه من یقین دارم کار خود حکومت ها رو توضیح هم بیدم ببینید این نامه ای که میگن سعید نمکی وزیر بهداشت نوشته به علی خامنه... به دفتر خامنه ای برای ارسال تعدادی 312 دوز واکسن کرونا از نوع فایزر برای پرسنل دفتر رهبر این نامه علائم مختلف و فراوانی داره که جعلی بودنش نشون میده ببینید کسانی که در یک اداره کار کردن و با سیستم ورود و خروج نامه آشنا هستن اینی که من میگم براشون خیلی ملموسه و حتی اگر کسی در اداره کار نکرده باشه <coughs> یک بار یک نامه از یک سازمان به سازمان دیگه برده باشه اینی که من میگم دقیقا براش ملموس ببینید ظاهرا فرستنده نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مخاطب نامه دفتر رهبر و محمد محمدی گلپایگانی امضا کننده هم سعید نوکی خب نامی که از وزارت بهداشت رفته به دفتر رهبر غالبا وارد دبیرخانه دفتر رهبر میشه و ثبت میشه این نامه مهر ورود به وزارت بهداشت خورده ببینید این مهر اندیکاتوری هستش که وقتی یک نامه یک وارد میشه نه نامه که صادر میشه نامه صادره که اینجا شمارش هست ببینید شماره نامه و تاریخش اینجا هست اگر دقت کنید به تاریخ 29 آذر ماه 1399 هست و شمارش هم 800 ممیز 18 نبد خب این نامه رو در حالی که از وزارت بهداشت ارسال شده برای دفتر رهبر مهر اندیکاتور وزارت بهداشت خورده یعنی وارد وزارت بهداشت شده خب این اشکال اول که مشخص جعلی بودنش رو نشون میده مسئله دومی که اینجا یه مهر دفتر رهبر هم زدن برای اینکه بگن وارد شده بدون که شما رو تاریخی باشه و بعد روش روی این سری زدن یعنی ببینید اگر دقت بکنید مهر به کلی سری روی دفتر مقام معظم رهبری خورده یعنی در حالی که بایستی اگر بود اگر فرض کنیم که درست بود مهر به کلی سری رو وزارت بهداشت بعد اول می‌زد و اون مهر دفتر رهبر که اتفاقا رنگی تیره است روش می‌خورد اینم یک دلیل دیگه جد. حالا چرا این کاری کردن برای اینکه ثابت کنن نامه خیلی محرمانه است سریه تلاش کردن در قسمت‌های مختلف نامه علائم سری بودن رو بزنن دیگه هول همینطوری هم گذاشتن و میگم تعمد فکر نکنید تو گری کردن نه همه اینها رو گذاشتن که یه روزی بتونن بهش استناد کنن میگن نامه جعلیه برای اینکه دو قبضش هم بکنن باز پایینش هم نوشتن که طبقه بندی نامی به کلی سری می خب این علائم ظاهریش که قطعا ثابت میکنه این نام جعلیه اما غیر از این علائم ظاهری یک موارد دیگه هم درش هست که مطمئنا جعلیه ببینید نامه تاریخش 29 9 هست یعنی روز 29 آذر بعد در این نامه میگه که ما دوم بهمن ماه دوازده دوز واکسن فایزر میفرستیم برای دفتر رهبر قبلش هم میگه بنا به درخواست شماره 677 فلان دفتر رهبر ببینید هر کسی که با سیستم اداری جمهوری اسلامی آشنا باشه اینطور نیست که دفتر رهبر نامه بنویسه به وزارت بهداشت درخواست واکسن کنه یک تلفن میزنه اونم با سر خود وزیر هم داره میاد با نامه هم نمیفرسته که دفتر رهبر نامه بنویسه یعنی انقدر هم ناشی هستن دفتر رهبر نامه بنویسه به وزارت بهداشت درخواست واکسن فایزر بکنه و بعد وزارت بهداشت نامه بنویسه بف... براش بفرسته خب حالا زمینه که میگم این که قطعا جعله که دفتر رهبر نامه بنویسه به وزارت بهداشت درخواست فایزر بکنه که اون همه کار رو دستورات خیلی مهمتر برای میلیاردها جابجایی رو یک تلفن محمدی گلپایگان انجام میده نه اینکه نامه بنویسن حالا برای 312 تا واکسن که جای خود داره نکته بعدیش اینه که 29 آذر ماه نامه نوشته بعد نوشته ما دوم بهمن ماه یعنی 33 روز بعد واکسن رو به شما میرسونیم من حالا براتون بگم نوشته که ببخشید به تاریخ اول بهمن یعنی 32 روز بعد واکسن رو میدن من سوالم اینه که اگر واکسن در روزی که نامه رو دارن مینویسن در اختیارشون بوده پدرجد وزیر بهداشت هم جرئت نمیکنه 32 روز اینا رو معطل بکنه اگر هنوز وارد نشده بوده با توجه به وضعیتی که این روزها نه تنها در مورد پروازهای ورودی به ایران کلا پروازهای بین المللی نقل و انتقال به خصوص در مورد واکسن فایزر که مسائل خاص داره حمل و نقل خاص داره با ب... قطعاً تاریخ ورود اگر وارد نشه تاریخ ورود هم دقیقاً نمی‌دونه اینکه میگه ما روز اول بهمن ماه در ساختمان شماره 3 دفتر رهبری تعریف اینم یکی از جلیاتشونه برای اینکه مثلا خواستن جزئیات رو بنویسن که ابتدا باورپذیر باشه و بعد به تک تک اینها استناد کنن بگن نامه دروغی که هیچ تردیدها زیاد بشه خب اینا رو نوشته میشه براتون میفرستیم که میگم قطعا اینم جله که با اگر بوده همون موقع میفرستادن دلیل نداره که بگه ما براتون 32 روز بعد میفرستیم اگر هم نبوده تاریخش از کجا میدونن که یه تاریخ مشخصی بگی که بفرستن و بعد هم چه کسی باور میکنه که یه نامه بفرسته بگه طی محموله شماره تی فلان روز اول بهمن ماه 312 واکسن تحویل ساختمان شماره 3 دفتر رهبر خواهیم دید مثل مثلا وزارت بهداشت همطور میفرسته اونجا روشم یه شماره مینویسن اونم تحویل میگیرن قطعا اگر بنا باشه که واکسن برای دفتر رهبر برن سعید و نمکی میذاره تو جیبش خودش میبره این آدم متملقی که دیدیم در این مدت دفترش به دفتر رهبر بوده خب مجموع اینها یعنی برای ک... من بازم میگم کسی که یک بار یک نامه اداری به یک سازمانی برده باشه میفهمه این نامه جهله حالا اگه کسی در ادارات کار کرده باشه که جای خود داره خب حالا ممکن بگید که هدف از این کار چیه ببینید اونچه مسلمه قرائن و شواهد نشون میده که خامنه از و حتما اطرافیانش از واکسن فایزر استفاده کردن و خبر هم منتشر شده و این یکی از بدنامی ها برای خامنه ای شد با این کار چه اتفاقی میفته اولا بسیار از افرادی که نامه رو میخورن میبرن جعل به همینجاست یه سوال بزرگ در ذهنشون میاد که علامت سوال بزرگ در ذهنشون جا میگیره خب این نام جعل منظورش چیه بعد از این یه عده میان تو توضیح خواهند داد از اطرافیان رهبر سازمان های مختلفی که آقا نام جعل به این دلایل به این نشانه ها خب وقتی که این نامه ای که اینقدر روش سر سرام بعض از افراد مشهور هم دیدم روش کار کردن و دارن میگن نامه واقعیه وقتی این نامه با دلایل متعدد صحتش رفت زیر سوال موضوع نامه هم میره زیر سآل. یعنی که موضوعی که قطعیه که رهبر و اطرافیانش از بهترین واکسنهای خارج خارجی استفاده کردن با زیر سوال رفتن این نامه اونم میره زیر سوال و هدف همینه یعنی من بازم میگم فکر نکنید ناشیانه نامه رو جعل کردن نامه رو بسیار هوشمندانه به این معنا که اینقدر علامت جعل و دروغ روش گذاشتن که تکذیبش خیلی راحت باشه و تردید افکنی در موردش خیلی ساده باشه خب وقتی که تردید ایجاد شده در مورد نامه اصل موضوع هم زیر سوال میره یعنی موضوعی که الان کمتر کسی تردید داره به خاطر نشانه های مختلفی که گفتم مهمترینش حضور خامنه ای بر سر جنازه مصباح یزدی که مزنون هست به خاطر کرونا از بین رفته و بدون رعایت فاصله اجتماعی و بعد هم دوستا ملاقات دیگه که در یک سال گذشته سابقه نداشت اینها هیچ تردیدی باقی نمیگذاره که خامنه ای واکسن زده از اون طرف واکسن ایرانی هم که هنوز به مرحله تولید نرسیده واکسن روسی هم در اون تاریخی که خامنه‌ای اومد در اول مراقاتش و قبلش نوازنده سیاسی هنوز واکسن روسی هم وارد نشد پس مسلما یکی از واکسن‌های معتبر غربی که از دو حال خارج یا فایزر یا واکسن مشترک آکسفورد و سوئد دو تا واکسنی که خامنه‌ای رسماً ممنوع کرد خب یک موضوع مسلم با انتشار یک نامه جعلی زیر سوال میره یعنی بهترین راه نجات خامنه از این رسوایی که با خودخواهی خودش واکسنی زده که مردم رو ازش محروم میکنه با این نامه جعلی زیر سوال میده و این هدف بزرگشونه یعنی میگم کاملا هوشمندانه یک نامه رو ناشیانه جعل کردن که راحت بشه تکذیبش کرد این حالا یک بحث مهمه که در واقع کسانی که این رو دامن میزنن بعضی آگاهانه یعنی شروع شروعش قطعا آگاهانه بوده افراد وابسته به حکومت این کار کردن در فضای مجازی با سرعت بسیار زیاد منتشرش کردن و یک ادعای متاسفانه ناآگاهانه البته این ناآگاهی هم برمیگرده به اینکه این حکومت انقدر بدنامه انقدر رسواست که هر چیزی که مردم فکر میکنن که یک اتهامی یک جرمی یک رسوایی به حکومت منتسب میکنه بلافاصله دهان به دهان دست به دست سایت به سایت کانال به کانال منتشر میشه این هم البته از بدبختی ها و رسوایی های حکومته یعنی اگرچه کار کار درستی نیست ولی یکی از دلایلش اینه که یعنی اگر حکومت حکومت هم خیالش راحت یک چیزایی را کافی فقط خود حکومت منتشرش کنه در عرض چند ساعت هزاران نفر ده ها هزار نفر هزاران کانال و سایت منتشرش میکنن حکومت هم با این هدف یعنی کافی فقط حکومت منتشرش کنه قبلا هم از این کارو کردن خب خب این کار که هدف اصلی حکومته که میخواد یک رسوایی بزرگ خامنه ای و خودخواهیش رو تحت شعار قرار بده عرض میکنم وقتی که این نامه زیر سوال رفت محتوای نامه زیر سوال میره یعنی برای بسیار از افراد سوال میشه که خب پس شاید خبری هم که در مورد استفاده خامنه ای و اطرافیانش از واکسن فایزر منتشر شده دروغه این بحث اول که بحث مهمی هم از کم نیست همین موضوع که یک رسوایی بزرگ که میتونه یک خشم مقدسی در مردم ایجاد کنه رو کنترلش بکنه. اما موضوع مهمتر به نظرم وجود داره ببینید حکومت خودش داره تلاش میکنه که زائقه مردم رو به اخبار دروغ عادت بده و از این بسیار نفی میبره یعنی وقتی که اخبار دروغ منتشر شد تشخیص راست و دروغ که سخت شد اخبار راست از رسوایی ها جنایت ها فساد ها بی های حکومت هم در لابلای اون اخبار دروغ گم میشه یا اونها هم محل تردید واقع میشه زیر سوال میره ضمن اینکه در این فضای انتشار و عادت کردن زائقه مردم به اخبار دروغ خیلی از افراد شارلاتان و دروغو مثل احمد نجات هم دوباره رو میاد اگر میبینید احمد نجات میاد با وقاحت میشنه جلو دور میگه که در تنها دولتی که هیچ اعتراض مردمی وجود نداشت دولت من بود ناشی از همینه که خیالش راحت شده زائقه مردم به خبر دروغ عادت کرده و اتفاقا بعضی از مردم خوشحال میشه خوششون میاد یعنی تغییر زائقه باعث شده که بسیار از مردم از خبر دروغ استقبال میکنن شما برید در فضای رسانه ببینید بسیاری از اخباری که دروغ هست اما یه رنگ و لعاب خوب داره بیشتر از خبرهای مهم منتشر میشه همین نمونه ببینید همین خبر مربوط به نامه جعلی وزیر بهداشت به دفتر رهبر که دق... مطمئنا اتاق فکر دفتر رهبری نامه رو منتشر کرده انعکاسش رو ببینید همزمان خبرهای در واقع بسیار تأثیر انگیزی که از مادر نوید افکاری و, برادر و قصه هایی که به خاطر زندانی بودن دو فرزند دیگرش شکنجه دو فرزند دیگرش اون خبر هم با این خبر همزمان بوده ببینید این خبر جعلی که هیچ چیزی بر رسوایی های خامنه اضافه نمی کنه. مگر قبل از این کسی شک داشت که خامنه و اطرافیانش از بهترین امکانات بهداشتی بهداشتی دنیا دارن استفاده می کنن. از بهترین امکانات پزشکی دنیا استفاده می کنن. خودشون و اطرافیانشون این نامه چه چیزی به علم مردم اضافه کرده فقط باعث میشه که اصل خبر زیر سوال بره و بعدم زائقه مردم بیش از پیش به دروغ عادت کنه اما همزمان با این خبر دروغ و بی حاصل خبرهای مربوط به وضعیت بسیار نگران کننده برادران نوید افکار منتشر شده حجم خبرهایی که در مورد منتشر شده یک صد این خبر هم نیست همزمان خبر مربوط به قطعیت حکم 15 سال زندان دو دختر نجیب ایرانی خانم نجمه واحدی و خانم امیدی فکر میکنم که به 15 سال زندان حبس شدن اصلا هیچ جا منعکس نشده فقط به دلیل اینکه سری کارگاه آموزشی برگزار کردن چون جمهوری اسلامی از آگاه شدن دختران و زنان رو میترسه هر کس در این زمینه تلاش بکنه میخواد باشون برخورد کنه برای اینکه دیگران رو هم وحشت بنزه برید ببینید حجم خبرهایی که در مورد محکومیت این دو خانم ایرانی منتشر شده مقایسه کنید با خ... این خبر جعلی خب این نفع بزرگی که جمهوری اسلامی از تغییر زاقه مردم و عادت دادن زاقه مردم به خبر دروغ خبرهای جعلی فقط جذاب با رنگ و لعاب ظاهری نفعی که جمهوری اسلامی از اینها میبره بسیار زیاده پس اجازه ندیم ببینید این بسیار مهمه من خواهش میکنم دوستان بله من هم هر رسوایی که برای خامنه پیش بیاد خوشحال میشم اگرچه اغلب این رسوایی ها باعث زیان و خسارت برای مردم از اون جهت انگیزه اما چون یک قدم خامنه با و حکومتش رو به سقوط نزدیک میکنه من خوشحال میشم اما انتشار اخبار دروغ میگم باعث میشه وقتی تعداد زیادی خبر دروغ منتشر شد دهها خبر واقعی دفن میشه درش همین دو تا خبری که من امروز گفتم در مورد خانواده نوید افکاری و در مورد اون دو خانمی که محکوم شدن مقایسه کنید با یک خبر جعلی دیگه شما میدونید من از تنفر من از خاتمی رو میدونید شما از جهاتی من تنفر من از خاتمی بیشتر از خامنه ایه. به دلیل اینکه خامنه ای قلدره جنایتکار فاسده اما خاتمی فریبکاره و آدم فریبکار خطرناکتر از آدم آدمی که با سراحت با قلدری جنایت میکنه خاتمی حالا خودش مبتلا به نوع فریبکاریه یه سر از اطرافیانش هم از وجهی که در مردم داره من تکذیب نمی کنم که خاتمی هنوز در بین بعض از مردم تق... وجه داره دارم اطراف این سو استفاده کنم ولی به هر حال تنفر من از خاتمی و تفکر خاتمی و گفتمان خاتمی میدونید اما ببینید در همین روزهایی خبر دروغی پخش شده یه عکس فیلم یک عروسی دختر خاتمی با دختر با پسر صادق خرازی این خبر ما دروغ صد در درصده هیچ کس فکر نمیکنم من الان بتونم متهم کنه که من در دفاع از خاتمی میگم اونی که من رو نگران میکنه این که مردم سرگرم شدن یک فیلم عروسی جعلی منتسب به دختر خاتمی و قافل میشن از دو دختر دیگه ایرانی که فقط تمام هم غمشون این بوده که کارگاه آموزش برگزار کنن و حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی رئیسی قاتل اینها رو به 15 سال زندان محکوم کرده مردم سرگرم میشن به خبر نامه جعلی سعید نمکی و قافل میشن از اینکه پنج ماه دو برادر نوید افکاری در زندان زیر شکنجه هستن قافل میشن از اینکه حکومت داره هر روز اگر نگم هر روز هر هفته در سیستان و بلوچستان اعدام میکنه قافل میشن از اینکه روز به روز وضعیت فقر در سیستان و بلوچستان داره بدتر میشه همش نتیجه این خبرهای دروغی که متاسفانه بسیار از داریم دامن میزنیم به دلیلی که جاذبه خبری داره میتونیم مخاطب جذب کنیم این خبرها رو منتشر میکنیم و ذهن مردم رو از واقعیت های جامعه منحرف میکنیم باعث میشیم که این عادت کردن و لذت بردن از خبرهای دروغ باعث میشه که یک آدم وقیهی مثل احمد نجات هم که من بعده دادم دیشب بخشی از صحبت رو در مورد ورود احمد نجات به انتخابات گفتم بقیهش رو هم خواهم گفت ولی اگر احمد نجات به راحتی میاد این دروغها رو میگه برای اینکه مطمئن شده جامعه دروغ رو داره میپسنده و خودش منتشر میکنه مطمئنه که همین خبرها رو بسیار همین حرفای احمد نژاد رو بسیار از افراد بدون اهار نظر منتشر میکنن و بعض از افراد تحت تحصیل قرار میگیرن و باور میکنن اگر میخوایم بار دیگه از امثال احمدی نژاد خاتمی ها دیگران واقعا حالا به لحاظ شخصیت شخصی خاتمی و احمدی نژاد قابل مقایسه نیست اما هر دوشون در ضربه زدن به, جم... به مردم نقش شرن. هر کس من با سراحت میگم از من هر کس که خواهان باقی موندن جمهوری اسلامی باشه دشمن مردم ایرانه این فرد چه خاتمی باشه چه احمدی نژاد ولی ببینید وضعیتی که ایجاد شده اگر اینها این کار رو میکنن به دلیل اینکه دیدن به راحتی میشه مردم رو فریب داد میشه با خبر دروغ مردم رو سرگرم کرد و مردم رو از واقعیت های جامعه قافل کرد من خواهش میکنم که از یک لذت کوتاه مدتی که مثلا حالا کیف میکنیم از یک نامه منتشر کنیم آبروی سید نوکی بریم سعید نوکی آبرویی ندارد که ما آبروشو ببریم علی خامنه ای انقدر فساد انقدر خودخواهی داشته که لیا... نیازی نیست ما چیز دروغ جل کنیم واقعیت های مربوط به حکومت خامنه رو بگیم بسیار روشنگره و بیش از حد کفایته حتی نه که کافی باشه بیش از حد کفایته یعنی اگر قرار باشه یک وضعیت یک جامعه رو به انفجار برسونه همین کارهای خود خامنه‌ای رو واقعیتش رو بگیم ده ها جامعه رو میتونه به انفجار برسونه چرا ما با خبرهای جعلی باعث میشیم که خبرهای واقعی هم زیر سوال بره که نمیگم اگر تکرار میکنم من که ضرورت داره وقتی که شما صحت این نامه میره زیر سال نامه که متاسف فکر اگر بگم صدها هزار نسخش در همین یک, دو روز منتشر شده اقراق نکردم وقتی صحت این خبر میره زیر سوال صحت موضوعش هم که استفاده خامنه ای و دفترش از واکسن فایزر هست زیر سوال میره خب چرا ما باید این کارو بکنیم اجازه ندیم اگر واقعا میخوایم اونهایی هم که ناآگاه هستن اگر میخوایم حتی افرادی که در... تکذیب افرادی در جامعه هستن که خامنه ای رو هنوز قبول دارن دفتر خامنه ای رو قبول دارن اگر میخوایم اونها رو آگاه کنیم راهش از طریق دروغ نیست بزرگترین ضربهی که ما داریم میخوریم اگر بسیاری از افراد در جامعه ایران هنوز اعتماد به بخشی از اپوزیسیون نمی کنن برای اینکه اعتماد به راستگویی ندارن و متاسفانه این کارها که میگم اصلا قطعا این نامه از اتاق فکر رفتار خود خامنه ای بیرون این کار به حساب اپوزیسیون گذاشته میشه من مطمئنم هیچ فردی از متفکر علیه جمهوری اسلامی از اپوزیسیون براندازی که واقعا به فکر براندازی هستن دنبال همچین نامه نمیرن بلکه نیاز ندارن انقدر فسادهای حکومت خامنه ای انقدر جنایت های حکومت خامنه ای انقدر ایران سوزی های خامنه ای و حکومتش آشکاره که نیازی به جعل وجود نداره اما ای اتاق فکر خامنه یه کاری میکنه یه بخشی از اپوزیسیون هم دامن میزنن فضای مجازی هم که به لحاظی حالا کنترل روش نیست که مسئولش نیست افرادی اصلا بسیار از افراد میان با عناوین ظاهرا ضد حکومت به صورت بسیار مرموز تبلیغ حکومت رو میکنن نشانش همی که اول متنی که میرسن میسن من خودم مخالف خامنه ای هستم اما بعد شروع میکنید طوری استدلال میکنه که هر کس نگاه کنه فکر که خب حرف درستیه در این فضای مجازی خب یه میان منتشر میکنه مسئولیتش با کسی نیست اما اگر بخشی از اپوزیسیون هم دامن بزنه یا حداقل در مقابلش نیسته کمک کردن به هدف متاق فکره خواهش میکنم اگر میخوایم خبر هم منتشر کنیم بسیار خبرهای راست هست که میشه منتشر کرد بسیار خبرهای واقعی هست همین واقعیت های جامعه رو شما تو خیابون که میگردید هر صحنه میبینید بیاد گزارش بدید از فقر مردم از عصبیت مردم از نامهربانی مردم با همدیگه به خاطر وضعیت اقتصادی هست از عدم اعتماد مردم به هم دیگه از ناامیدی مردم همینا رو بگید چرا ما یه چیزی بنویسیم که هیچ اثری نداره و تازه کمک به حکومت امیدوارم که حالا در فرصت‌های بعدی بتونیم کنیم بخود این موضوع موضوع مهمیه من فقط طرح موضوع کردم امیدوارم کسانی که صاحب نظر هستن برای آسیب شناسی موضوع وارد میدان بشن و تلاش بکنن و اجازه ندن حکومت از این آسیبی که بر فضای خبری ما وارد شده و موضوع جهانی هم هست سوء استفاده کنه برای پوشاندن فسادها و رسوایی ها و جنایتاش موفق باشید